سلام و در های هفته آمده به بن اسرائیل ات پنه موشه کی قارن ار پنه موشه بنی اسرائیل صورت موشه را دیدند که صورت موشه پوستش نورانی شده بود آیا واقعا مفهوم نورانی شدن صورت مشه چیه آیا این مسئله تحت لفظی است یا اینکه راز بزرگی در این قطعه تورا نهفته اینکه مشه مجبور میشه به صورتش نقاب بزنه آیا این نقاب منظورش نقابی مادی است یا مفهوم عظیم فلسفی ربنو رلبگ ربی لوی بن گرشوم میگه پانیم یعنی صورت مسئله استعاره است متافور به صورت اقلانی انسانی ماهیت انسان تشویح به کلمه پانیم یا صورت شده طوری که عرستو میگه هر چیزی از ماده و صورت تشکیل شده ماده شکل مادی و صورت مفهوم اون هست رلبک هم میگه پانیم و صورت متافور سورا و اون شکل معنوی انسان یعنی اقلانیت روحانیت اوست و عقل اوست رالبل میگه پوست صورت یا خود صورت مسئله است از مادیت انسان اون حجابی که عقل او را می پوشانه و اون مانعی که به خاطر مادی بودن اجازه نمیده عقل با تمام قدرتش و عظمتش ظاهر بشه و بنور میگه خامر و ماده وجودی انسانه که بر انسان سخت میگیره و نمیداره که انسان با ارتباط اقلانی با دنیای معنوی مرتبط بشه و با خدا رو در رو قرار بگیره البگ میگه ماده انسان جسم انسان مادیت انسان نفس انسان حیوانیت انسان عاملی است که نمیگذاره انسان به خوبی با اقلانیت و الهیت تنها بشه و موانع را کنار بگذاره خداوند گناه اسرائیل را بخشید و موشه برای کوه میره برای آوردن دلوه دوم دو و ای شامی مشم اربایم بیام بر بایم لیلا موشه آنجا نزد خدا بود چه روز و چل شب نان نخورد و آب نیاشامید و بر دو لو مطالب ده فرمان یا ده کلام را نوشت در پایان چهه روز و چهل شب موشه از کوه سینای پایین میره و هی موشه مهر هر سینعی. و واقع شد در پایین رفتن موشه از کوه سینای و دو الواح شهادت به دست موشه در پایین آمدنش از کوه اما موشه نمیدانست که پوست صورت او نورانی و منور شده است وقتی که با خدا هم کلام شده بود اهران و تمام بن اسرائیل مشه را دیدند و اینک پوست صورتش منور شده است و ترسیدند که به او نزدیک شوند مشه آنها را فراخواند و نزد او برگشتند اهران و تمام رؤسای جامعه مشه با آنها صحبت کرد و بعد تمام بن اسرائیل نزدیک شدند و او دستور داد به آنها اون چرا که خدا در کوه سینای به او گفته بود و خل مشه می در بعد از آنی که مشه صحبتش با آنها تمام شده بود در حالی که نقاب بر چهره گذاشته بود در آمدن مشه به حضور خداوند که با او صحبت کند نقاب را از صورت بر می داشت تا وقتی که خارج می شد و میرفت و با بن اسرائیل اون چرا که لازم بود دستور می داد بدون بدون نقاب و بن اسرائیل صورت مشه را دیدند که پوست او نورانی شده است پوست صورت مشه و بعد مشه بعد از پایان گفتارش اون مصفه و اون نقاب را بر میگردم به صورتش تا وقتی که با خدا صحبت بکند که وقتی بخواد با خدا صحبت کنه دیگه نقاب نمیخواد ربی بن بنگلشوم در مورد مفهوم این بحث بسیار عمیق و پیچیده و فلسفی تورا میگه این که میگه پوست صورت مشه نورانی شد این قرن این نورانیت این زهره در حقیقت به خاطر تنها شدن مشه از دنیای مادی بود دور شدن او از مسائل دنیاوی و جسمانی بود و ملحق شدن او به خدای متعال بود که چه روز طول کشید مشه در این چه روزی که با خدا بود زهره و نورانیت عقل بر چهره مسلط شد پرده جدا کننده انسان از الهیت که همان جسم او بود کنار رفت ماده دیگر بر او تأثیر نمیگذاشت تا جایی که موشه عقل مطلق شد و از اینجا به بعد جسمانیت را حس نمیکرد جسم داشت بدن داشت پوست داشت احساس داشت اما جز معنویت جز الهیت جز خدا و جز دنیا معنوی چیز دیگری را نمیدید پانیم یا صورت در مفهوم فلسفه به معنی بهش میگن در زبان عبری سورا صورت معنی معنویت معنی کمال معنی اقلانیت داره و صورت مشه تشبیه شده به مادیت او معمولا این ماده و این جسم یک مانعی است یک مخیسایی است یک حائلی است که نمیگذاره انسان به اون درک حد اکثر عقلانی و الهی برسه پس وقتی پانیم مظهر شکل انسانی است یعنی ماهیت انسان یعنی عقل او اور پانیم پوست این پانیم پوست این صورت ماده ای که این در صورت هست مسئله و متافور مانع هجاب پوشاننده درک عقلی است خمر انسان ماده انسان نمیگذاره که الهیت و روحانیت و اقلانیت او کاملا آشکار بشه و جسم ماست که به خاطر زندگی دنیوی اجازه نمیده در یک موقعیت های ما کاملا با خدا تنها بشیم و دنیای مادی را رها کنیم درجه روحانی مشه او را به این وضعیت آورد که در وجود مشه خومر ماده هم نورانی شد ماده هم از زهره و نور عقل مالامال شد و دیگه ماده و جسم مشه مانعی نبود که مشه کاملا با خدا تنها باشه مشه عقل خالص شد هیچ جسم و ماده در او مفهوم نداشت و به همین خاطر با چشمانش دنیای مادی را دیگر نمیدید اما مشکل چه بود مشکل این بود که حت، حتی میخواست با انسانها حرف بزنه حتی وقتی میخواست به دنیای مادی فکر کنه اگر به پایین کوه آمده و حتی بخواد به همسرش و فرزندانش هم فکر بکنه اونقدر در درجه اقلانی الهی فرو رفته بود که اون زهره اقلانی نمیذاش که او اصلا به دنیای مادی فکر بکنه تا جایی که وقتی قوم اسرائیل به نزد آمدند او آنها را احساس نکرد به همین خاطر میگه و به اسرائیل تصدیدند که به او نزدیک شوند چون دیدند اه موشه آمدی خوش آمدی اما مشه ابتدا اونها را نمیدید چون نقاب نداشت چون در عالم روحانی بود با اینکه پاهای او روی زمین قرار گرفته بود هنوز در دنیای آسمان در دنیای الهیت و اقلانیت مانده بود و جسم را و جسمها را و ماده ها را حس نمی کرد تنها چارش مسوه نقاب بود که مشه بر چهرهش، بر پانیمش، بر عقلش، بر الهیتش حجابی بگذاره، پوششی بگذاره تا اجازه بده، تا اجازه بده که کمی از این ظهره کم بکنه کمی از این نور الهی کم بکنه کمی از دنیای بالا فاصله بگیره و این باعث بشه که آدمها رو هم ببینه و بشناسه اون راتسون و اون میل و رضایتی که سعی کرد بین اتصال به الهی کمی فاصله ایجاد بکنه تا مشه بتونه حالا بالاخره با اسرائیل حرف بزنه دستورات رو به اونها بده اما عجیب بود که معمولا آدم معمولی وقتی بخواد به اقلانیت به کوانا به نیت برسند با خدا حرف بزنند مادیتشون افکارشون تخیلشون نمیذاره انسان باید وقتی نماز میخونه و تفیلا میخونه سعی بکنه متمرکز بشه افکار جسمی و مادی دنیوی را کنار بگذاره اما نفش او نفس او درون نزدیک به زندگی مادی او نمیذاره مشه برعکسه مشه اگر میخواد از اون دنیا الهی به دنیای مادی بیاد نمیتونه درست برعکس ما که مادیت نمیذاره معنویت و الهیت را درک بکنیم و به اون نزدیک بشیم مشه اقلانیت و الهیتش اینقدر حد ماکسیمام قرار گرفته بود که به او اجازه نمیداد به دنیای مادی فکر بکنه به نفسش به خودش مشه چهل شب و روز غذا نخورده ای آب ننوشیدی بیای نفسی تازه کن جرعه ای بنوش غذایی بخور نه مشه خیلی براش سخت بود که از دنیای معنوی بیاد بیرون باید نقاب بگذاره باید یه فاصله ای ایجاد بکنه تا یک مقدار کمی بتونه از اون جرجه تقدس و نورانیت و الهیتش فاصله بگیره این نقاب تمثیله، مسئله متافور یعنی ربین ربل میگه واقعا نقابی در کار نبود نوری نبود نور نور رحبانیت نور اقلانیت نور الهیتی که درون و مغز و وجود او را پی کرده بود و این پرده و این نقاب سمبولیک مفهوم سعی مشه بود فاصله گرفتن کمی از دنیای معنوی و الهی تا بتونه یه پوششی روی اون نور الهی ایجاد بکنه تا بتونه کمی به دنیای مادی هم توجه کنه بعد از چهه روز شبانه روز آدم ها رو ببینه اونها رو درک بکنه با اونها حرف بزنه نقاب مشه سعی او برای جدا شدن حداقل موقتی از اون دنیای اقلانی بود تا بره با قوم اسرائیل صحبت کنه درجه موشه این بزرگترین نابی خدا که خود خداوند در تورا اعلام کرده که, که مثل او کسی نخواهد آمد به اون درجه اون چنان درجه عظیمی است و بالایی است که برعکس بقیه انسان که اتفاقا باید بسیار سعی بکنند و تقلا بکنند تا کمی بتونند مادیتشون را کنار بگذارند مشه باید سعی زیادی بکنه تا اقلانیتش را کنار بگذاره اما وقتی می اومد به حضور خدای متعال وقتی خدا با او حرف میزد دیگه این نقاب را لازم نداشت اون موقع مستقیم با خدا حرف میزد نباید سعی بکنه که مادیت رو بذاره کنار دنیای روزمرش را حوثهاش را نفسانیاتی نداشت که کنار بگذاره با خدا دیگه نقاب نمیخواست به راحتی میتونه حرف بزنه لازم نبود اون موانع را کنار بزنه که ما طور سمبولیک میگیم نقاب یا مصفه یا هجاب و چنین انسانی هرگز بشر به خود ندیده اینجاست که میفهمیم و کاملا روشن بیشه که مشه ربین وقتی نبوت میگرفت وقتی با خدا حرف میزد نقاب را کنار میزد یعنی لازم نبود که هیچ سعی در فاصل گرفتن از دنیا و دنیای مادی انجام بده این وضعیت طبیعی مشه بود به اینجا رسیده بود مشه عقل خالص شده بود البته ممکنه بعضی از مفسرین این نور را نور واقعی بدونند بر بعضی از مجسمه های که بعضی از هنرمندان در اروپا درست کرده بودند دو اشعه را بالای سر مشینشون می دادند که اون مثل اون نوری که از الهیت او را در بر می گرفت این هم نظری هست بعضی از مفسرین نظرشونه که واقعا نور در صورت او ایجاد شده بود و این نور بسیار خیره کننده بود اما ما نظر ربی رب رب بن گرشوم را آوردیم نظر عقلی، اقلانی فلسفی از البته فلسفه عمیقی داره اما توجه به این مسئله شاید متافور بودن و تمثیلی بودن این نقاب را بر صورت مشه بیشتر قابل قبول جلوه بده شب بخیر شالوم و